سلام زیاد خدمت یکایک شما دلنگیزان، چطورین؟ باید بگم که حسابی خوش اومدین به پارت دوم معرفی بهترین فیلم ها. اگر پارت یک رو ندیدین، آخر این پارت براتون میذارمش. بدون وقت تلف کردن بریم سراغ دیدن و معرفی کردن فیلم هایی که به نظر من از دستشون بدین حسابی عقبین. اوکی، بریم تریلرهاشون رو با هم دیگه ببینیم و از اسمشون هم براتون میزنم پایین هر ویدیو که اگر خوشتون اومد از ویدیو ببینیدش و از دیدنش حسابی لذت ببرید. اوکی، بریم سراغش. داستان این فیلم اینه که یه دختری به اسم نیکا اعضای خانواده خودش رو میکشه، داره علف میکشه و میبرنش تیمارستان. داخل تیمارستان روان پزشکش یه دونه عروسک بهش میده که این اون عروسکه است. اون عروسکه جون داره و وقتی که بیشتر با اون عروسکه آشنا میشه میفهمه که عروسکه اصلا خیلی دیوونه مونه است و یه سری قطرهای مرموز داخل تیمارستان اتفاق میفته. خیلی تعریفش شنیدم، فکر میکنم 3 یا 4 تا قسمت مختلف داشته باشه چاکی. یه آهنگ خیلی معروفی هم داره که فکر میکنم شنیده باشین حتما. با حاله، من دیدم سه قسمتش ارزش دیدن رو داره واقعا. باورم نمیشه که این همه فیلم زامبی دیدم ولی هنوزم فیلم زامبی وجود داشته باشه. دو تا تکتیرانداز میخوان از شهری که پر از زامبیه فرار کنن و حالا یه سری اتفاقای باحال میفته و تنها فیلمی که زامبی بچه توش داره، خیلی عجیبه. یکی به اسم هانتر وجود داره که از آینده خبر داره. برای نجات دادن آینده دنیا چند تا از قهرمانا رو که هم دیگه جمع میکنه تا دنیا رو نجات بدن. خیلی باحال اینم، ولی بعدش اینه که سریاله بچه‌ها، ولی نمره 8 رو گرفته، 8 و 1 اگر اشتباه نکنم. آجی خوردنش، آبش کردن. تمومش کردن. آروغ زد. پشمام. یه دکتر پدسگ، به به، خیلی عالی. ای بابا، یه دکتر میاد آیکیو کوسا رو تقویت میکنه و در حدی که اندازه آیکیو انسان ها میشه مغز کوسه و همونقدر قدرت تخیل و قدرت فکر کردن داره. همه چی عادی بود تا اینکه کوسه آزاد میشه از اون محبته که داشته و توی آزمایشگاه میچرخه و همه رو میدره. من خودم اینو ندیدمش بچه ها، ولی ترغیب شدم با کندن لباسات. ترغیب، به به، همچنان بیشتر در حال ترغیب شدم برای دیدن این ویدیو میباشم. اگر طرفدار سری ویدیوهای دی سی هستین، باید بهتون بگم که این سریال رو به هیچ عنوان از دست ندین. چند تا ابرقهرمانن که آدمای عادی بودن، توی یه شرایط خاص و عذاب‌آور قرار میگیرن ولی تبدیل به یه سری ابرقهرمان میشن. البته بجز این از چونش تبدیل حیوان شد، منظورم چند نفری که اینجا وایسادنه و این چند نفر کل داستان همین نیست. این چند نفر باید توی هر قسمت با آدمای عجیب غریب بجنگن و خیلی باحال اینم. زن تخیلیه دیگه. این فیلم خیلی باحاله. فکر میکنم 5 یا 6 قسمت باشه. کمتر کسی پیدا میشه این ویدیو رو، این فیلمو ندیده باشه. اسمش مقصد نهاییه. داستان اینه که به یه نفر الهام میشه که قرار یه اتفاق وحشتناک بیفته و هر کسی که اونجای بمیره. و اون یه نفر میاد 5-6 نفر رو نجات میده. ولی مرگ دنبال اون 5-6 نفری که نجات پیدا کردن هست، یعنی دنبالشونه تا به طرز عجیبی همشون رو بکشه. خیلی خفنه، حتما ببینیدش و از دستش ندید. خیلی باحال این سری از ویدیوهاش واقعا خفنه. حالا یه دونه جلوتر هم ویدیو داره، اونم براتون میذارم، اون یه تیکر هم ببینید، خیلی باحاله. راجع به این فیلمه خیلی خواستم تحقیق کنم، نه اسمی ازش فهمیدم، نه چیزی بود، یعنی نه اسمی بود ازش، نه اینکه سریال فیلم سینمایی، هیچی ازش نمیدونم. یعنی هر چقدر گشتم چیزی پیدا نکردم. حالا بریم اینو با هم دیگه ببینیم این چیه. بچه‌ها اگه کسی میدونه اسم این فیلم چیه یا سریال فیلم چیه، بهمون بگه داخل کامنت ها. به نظر باحال میاد ولی فکر میکنم سریال باشه. این دقیقا یه قسمت، یعنی یه تیکه دیگه از همون فیلمیه که تقریبا یه دقیقه پیش بهتون گفتم، مقصد نهایی. اینم یه سکانس دیگه شه. خیلی باحال، اگر طرفدار همچین فیلمایی هستین حتما ببینیدش، شاید دنش از دست ندیم به هیچ عنوان. سریال فلش رو که دیگه مطمئنم همتون میشناسینش. توی آزمایشگاه استار یه انفجار به وجود میاد که این آدم فلشه بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد میفهمه که یه سری قدرت ها داره. این هم سریال خیلی باحالی، 8 فصل فکر میکنم ازش اومده باشه. امتیاز زیادی هم داره. قلبشو کن.
یه مردی که عاشق ارواح و سفر کردنه از غرب اروپا میخواد سمت ترانسیلوانیا سفر کنه، ولی خب توی اون مسیر و خود ترانسیلوانیا نمیدونه چه چیزهایی منتظرشن. یه فیلم سینماییه که با چیزهای عجیب غریب سر و کار داره. گیر افتاد حاجی، منم ندیدم اینو. جلوه‌ی ویژه‌اش خیلی باحال به نظر میاد. فرانکشتاین هم که فکر میکنم کمتر کسی باشه ندیده باشه. داستان اینه، یه دکتر به اسم فرانکشتاین یه سری داروها و چیزای عجیب غریب روی آدم عادی امتحان میکنه تا بالاخره اون آدمه تبدیل به یه حیولا میشه که اون تقصیر دکتره بوده، باعث میشه که جنگ بیفته بین دوتا قبیله سیاه و سفید. اینم باحاله، من خودم دیدم، فکر کنم دو قسمت داره اگه اشتباه نکنم، دو یا سه تا قسمت داره. باحاله، ارزش دیدن داره، ولی خب خیلی قدیمیه، فکر کنم واسه 2000 2004 یا 1990 اینطورا باشه فیلمه. این آقایی که با هم دیگه داریم نگاه میکنیم کارمند بانکه و زندگیش کاملا روی روال عادی بوده، تا اینکه یه شب میخوابه صبح بیدار میشه میفهمه که زندگیش با دنیای بازی‌های ویدیویی یکی شده و از اون موقع بعد همه چیز فرق میکنه. یه سری ماموریت‌های جالب داره که باید انجام بده. کاملا طنز این ویدیو، فکر نمی‌کنم صحنه‌ای خشن اینا داشته باشه، یعنی حال میده که با رفیقا بشین نگاه کنین و کلی با هم دیگه بخندین. چوبان چوب فورتنایت دیگه. به نظر میاد باحال باشه. گاست رایدر رو که دیگه موتور سوار رو واقعا مطمئنم دیدن. میگه همه فیلم ها رو تو که میگی ما واقعا مطمئنم دیدین. اینم خیلی باله. داستان از این قراره، پدرش داشته توی یه آتش سوزی میسوخته که میاد روحش رو، این مرده میاد روحش رو به شیطان میده تا پدرش رو نجات بده، و از اون موقع بعد شیطان هر وقت بخواد میتونه ظاهر بشه. ولی خب شیطان وقتایی ظاهر میشه که بخواد با آدمای بد مقابله کنه. فکر کنم دو یا سه تا قسمت داره. اینم باحال، ارزش دیدن رو داره. بله، رسیدیم به آخرین معرفی فیلم و بهترین فیلم که خیلی باحاله. یه کشتی تفریحیه که برای 50 یا 60 سال پیشه، همشون هم آدمای بزرگ و پولداری بودن. همشون در عرض یک ثانیه میمیرن. همون اول فیلم اینجوری شروع میشه. ولی خب این آخر فیلم اسپویل شد. ولی خب ببینید، بازم ارزش داره. همشون اون لحظه میمیرن و یه کشتی توی دریا رها میشه. یه کشتی توی دریا با کلی طلا و کلی روح اون آدمایی که به اصطلاح توی اون یک ثانیه به طرز عجیبی مردن توی دریا رها میشه همینطوری. و بالاخره چند تا دریانورد بعد از چندین سال پیدا میکنن اون کشتی رو، ولی نمیدونن که بجز طلا یه سری روح هم منتظرشونه داخل اون کشتی، که میرن داخل و یه سری اتفاقات عجیب و ترسناک و باحال داخل به اصطلاح کشتی میفته که واقعا ارزش دیدن رو داره. با این حال که فهمیدین آخر کشتی منفجر میشه کشتی، ولی بازم ارزش دیدن رو داره. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. بچه‌ها پارت یک رو اینجا براتون میذارم. اگر مثلا معرفی فیلم و اینا رو دوست دارین و دوست دارین مثلا همچین تریلری ببینین و به اصطلاح یه توضیح راجع به داستانشون بهتون بدم، این ویدیو رو از دست ندین، حتما ببینینش، اونم ارزش دیدن رو داره. قابل ذکر بگم بچه‌ها، برای جمع‌آوری ویدیوها همچنین برای ادیت واقعا زمان برده شده. پس ممنون میشم اگر لایک کنید، اگر مثلا میشناسین دوستی رو که فیلم بازه و اینا برایش بفرستید، تا همچین یه ذره خستگی های ما اینجوری بپیچن برن. یه سری از ویدیوهایی که من خودم به شدت بهشون علاقه دارم، یکی مصاحبه با دانشجوهه که اونم براتون اینجا میذارمش، اونم خیلی باحاله و ارزشی دیدن رو داره. و یه ویدیوی دیگه که اومدم مثلا ابداع به خرج بدم و یه ویدیوی باحال درست کنم و یه غذای عجیب و جدید درست کنم، اومدم گن زدم، یعنی قشنگ اومدم گن زدم، اومدم رفتم تخم مرغ گرفتم با کرانچی فلفلی، گفتم الان اینا رو با هم مخلوط میکنم یه چیز بمب و خفن در میاد، میخورمش میکنم، ویدیو میگیرم، ولی خب مزه سگ میاد. ببینید، اونم براتون اینجا میذارم، اونم خیلی باحاله. حالا یکی از هر کدوم این صدا که دوست داشتین رو ببینید. امیدوارم که از تا اینجا موندن ویدیو حسابی لذت برده باشین. بهترین ها رو براتون میخوام و همچنین برای خودم. اول راستش برای خودم بهترین ها رو میخوام، بعد برای شما، چون باید اینو هممون یاد بگیریم که هیچ چیز توی دنیا بالاتر از این نیستش که من خوشحال باشم. میدونین منظورم چیه؟ یعنی اگر توی کردن اینو نگاه میکنی، اگر یه زمانی توی یه برهه گیر کردی که این رو انتخاب کنم یا خودم رو، بدون حتی یک ثانیه درنگ خودت رو انتخاب کنی.
چون هیچ کی اندازه تو خودت رو دوست نداره. باور کن تنها کسی که همدمته، تنها کسی که میتونه بهت توی مشکلاتت کمک کنه، میتونه آرومت کنه، فقط خودتی. پس به هیچ کس اندازه خودت بها نده. و مثل روال همه ویدیوها، بیا جلوتر، میخوام یه رازی رو بهت بگم. میخوام بهت بگم که خیلی دوست دارم. مواظب خودت خیلی باشا. به هیچ آدمی اجازه نده که ازت سوء استفاده کنه. به هیچ آدمی اجازه نده که وارد یه سری از چیزهایی بشه که حق نداره. یعنی پاشو از گلیمش نزار دراز در کنه. بهترین ها رو برات میخوام. مواظب خودت خیلی باش. میبینم تو.